کلیان رو بیستانیم زمین بقیت رو تم دوره بقیده دوره میتالد حالا برای که من سخنرانی کنم ادا الله مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام لا خالق الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون نحن بحث کنیم ایمان یعنی چکار کن ایمان شخصی که ایمان میاره اگر مرد باشه داشته یعنی مؤمن زنها میگن مؤمنه مثلا به پیغمبر ایمان بیارن من چکار کنم چی بشنی اگر حالتی برای من ایجاد بشه که بپذیرم اون رو به عنوان رسول خدا و باور کنم و رسول خدا رو بدونم چون من خدا رو قبلا قبول کردم خدا رو شناختم این آقار هستم خب این بارهایی هم داره یعنی مطلبی جور میشه باید فرمانشون ببرم خدا فرستاده الان این نفر در میزنه خانواده شما یک کسی من داریم که یه آقای اومده میگه بنامی خامنه ای فرست که شما به احترام ایشون رو قبولی که ایشون رو دارید میدونید که بله وقتی که باور میکنید که این فرستاده آقا حالا خیلی دلیلی داره شناختی از نامه ای داره یا دروغ نگه خب شما به اطاعتی که از ایشون دارید او شما کنید نه داره حرف میسید پنام بندند رو دارم هیچ چه هیچ چه خودش رو دارم هیچ باب حیام بود حیام بود بعد خودش تو پیام پیاماش همش قرآن تو پیاماش خودش گفته که قول امنی عمر فعن اکون ابو اقل بگو به مردم و قد امت معمورم که اولی مومن خودم قل انی امرت ان اکون اول المسلمین به مردم بگو که من خودم معبورم اول مسلم تو این کتاب هایون بگن کسی که شهادت این رو بگه مسلمان لکن قرآن کریم اون مسلمی که بگه یعنی در حال عمل نگفته عمل بگه کده مسلمه قلبی اعتقاد قلبی داره میدونه بعض وقتا اکثرا اونجور توجه بسیم کسانی که ایمان بیارن مثلا ایمان رو خیلی برش اهمیت بدید و بدید یه یهودی از دانشمند بودش تو که کوچه جلو ابوبکر رو گرفت زمانی که خود چه خلیفه میدونستی گفتش که آه کلید در بهشت از طلا هست یا از نقره همچون خواجه واسون داد کار خدا خدا هر سلی رو رسان آه فرمند را اخبیه بود بیا کلید در بهشت نه طلا هست نه نقره کلید در بهشت از لا الا و الا خب لا اله الا الله کجا میره در سوره حج اگه قرآن دستونه آیت نگاه کنید خوبه ها بعض وقت اون ممکنه بی تاریه تو شغل من اون وقت میخواید بگوید آیه رو بدنیست کجاست شغل من بدنیست یعنی من در آمده شغل ولی آیه رو نگاه کنید سوره حجرات خدا خبر داده سوره 49 همه خبر داده که قالت الاعراب آمن اعراب آمدن گفتن که ما ایمان آورد عربای تو بیاون میگن اعراب همین عربای بادیه در اینا آمدن گفتن آمن نا خدا به پیغمبر میفرماد پل بگو به اینا بگو شما ایمان
خب پیدا شد. صفحه 517 اگه پیدا کردید، وسط های صفحه خط شیشمه، قالت الاعراب آمن قل لم تؤمن و آمد به ایمان من نیمه ولیکن قولو اسلم. شما این شهادت اهل بود، پیغمبر قوی شده بود، میدونستن نرم شهادت بگن پخت فرقو به هوا موشته که رو میکشن. گفتم دو پیکنم رو بلیم به اون باید بین و لما یک خلل ایمان فی قلوب بکن هنوز ایمان تو قلب آبتون نده. ایمان و قد برنی تو قلب نره محال نمیتونی بیان بومرسا نه کلا سرش میره لگنه ایمان تو قلب. اعراب هم که گفتن دیمین آقادیم به پیغمبر میگه بشون بگو شما ایمان نیاوردیم ولیکن اول شهادت این گفتید بگود ما اصلا هنوز ایمان تو فعل نرفت پس ایمان مره دو بعد. علی بن ابی طالب به اون یهودی فرمود وقتی میرسید در بهش ایمان تو قلبت همون لا اله الا الله در نوز میکن لا اله الا الله ایلاش بعد بزن دید الله. امام صادق در ترجمه این آیه در تفسیر این آیه که خدا می فرماد هل جزاء الاحسان الا الاحسان زبرا فرمود هل جزاء من قال لا اله الا الله الا الجنه آیا جزای کسی که لا اله الا الله گفته غیر از بهشت چیزی هست؟ خودش تو قرآن میگه هل جزاء الاحسان الا احسان کن گفتن لا اله الا الله بس این حضورش بری تو قلب احسان خدا منه که ببردت به هل جزاء الاحسان الا الاحسان هل جزاء من صادق فرمود هل جزاء من قال لا اله الا الله الا الجنه قرآن داره سوره حدید صحبت از نور مؤمن ها میکنه. باز من پیر بیارم قیافش رو ببینه خوب صفحه 539 قرآن 539 بالای بالای صفحه یوم تر المؤمنین و المؤمنان یس آنون و بایدهی منتظر باشه قیامت که میاییم اگه مؤمن باشیم من نور باشه نورمونه من جلو جلو بویه از گریخ چه تاوه زیرش نوشه در روزی که مردان بنان مؤمن دامه نگنی بندی عمر توی پرانتز شعشعی یعنی تابش تو پرانتز دیمانشان پیش رو و سمت راست آنها بتره بشه تاوه بعد میفرم بفراخ و ملیعبی نو بشاره که مؤمن آمده بشه تو روایت دیدم یک مؤمنی در قیامت به سمت جهنم میره جهنم نعره کشون فرار میکنه به التماس میکنه نگه من نورت منو خاموش میکنه با بیکارت همه چگاه من بیشیم به من بایدم مؤمن بره سمت جهنم جهنم فرار میکنه نعره کشون که نورت منو خاموش میکنه برو این نور من پیدا کنید جاهای مختلف قرآن خدا چپ و راست علامت داده. علی بن ابی طالب تازه از خونه کعبه مادر شوالش که رود زایده تو بغل پیغمبر پیغمبر اسلام حضرت پدرش دوستی کم مادرش رو یارفت زربت که اومد تو دونم بی پدر دویتی مادر تا سیستار بود بشن حضرت عبقل مقدرت نمش بود فرجش آمده دیدیم که این حدیمه سعدیه و تیروه تو مختلف از تو ناقش تا بینی بردی و ابو طالب سیفا اکنی میدونست رو بیرم برست مقامل رو دیست رو بیرم ایلا رو بیرم
اصلا خودشان داخل این منطقه در حال از دنیا رفتن اومدن بلندش کنن که میگن کسی در این جمع میده رو سینش سنگی باشه فیل بر میگه نزار چون دست بارم جان را دو امام حسین هم رو سلیم پیدان بر بود نزش برای شدن باشد مطلش کتی جون دار ابو طالب بزرگ میکن یک مرخون میگفتن یکی من آمون کن یعنی بسر برادر جهان را فشل بدی من هم که مرمون فرمول هم یک ابو طالب هم چنان مرس مالی نداشتن اگر نور هم ولی میدونستم اون را سرجو بید بود بودش تو خونه ابو طالب تا زن از دخلی زنش شد حالا بردش حالا جریان از خدیجه و ازدواج اینا کما بیش نبی بره فقط از قول های کافی بیم بیاده شوفی هم بکرد سونه هم بره نگو پیغمبر ما رو شاس زن گرفته رو حد لعنشی شخص بره نگو ما فرض رو زن گرفتیم فرج پدر زن هم افتاده گرده خوشی دیون بره و الان فقط اینجا وضع میخواد خوب شد تو دمان ثروت من در خب اینا رو برای تو میگم که حالا بیا نزدیک بشیم به اون مطلبی که جناب فاطمه بنت اسد پیغمبر 30 سال سالش از سلی بیشتیم اون وقتی از سلی بودن آمد به 30 سال پیغمبر مبوس شد هست دلی گمستان بود 13 سال هم تو مکه بود در هنده که در هم برد مدینه و حاجر افتر در پیغمبر 53 سال شد هست دلی 23 سال به پیغمبر چون تو خونه ابو طالب بزرگ شد به فاطمه بنت اسد مادر صدا زد اصلا فاطمه بنت اسد تو مدینه از دنیا رفت یه وقت گریه کنون هست دلی آمد که رسول آدم مادر در دنیا معمولی بود مادر مادر خبر پیدا شدن اهل مکه که زن ابو طالب داشتی دعا میکرد به دیوار باز شده گفتشون بیا تو سه روزم برای که اهل باز نمیشده مولام شون و قلوف این زن عامله ویچقدر دفته تو دیواره چه وقت اومده که اون اثر هم اومدنش بودا نمیده به من باشه ای همطور خودش اینجا دیوار شد آقا در هم باز میکنی هم تو قول قوله که این در هم تا رب تاده به بیت و این هاشم بود باز بود بله خود فاطمه به تحصیلم ولی ونی هاشم بود و سن تاریفه این حالا و در همون دیوار باز شد و با بچه اومد خبر به پیغمبر رسید که مادرت از داخل کعبه داداش تو آورده یعنی اینقدر وابسته بودن که ساخت داداش رو گفت حضرت پیغمبر به عجله اومدش وقتی از کعبه اومدن دیرو فاطمه بنت اسد همینطور چون با خودش هر روزت بیاد بودم اکم قلقله آدم بستده بود چون هی برم خبر دیم که چی شد که شد سفر و جمع شد بودم این دیواره شکاف خود ده برم و دیم در ارماس نمیشه در بود هم آمده چی بکن تا بیرون اومد قلقله بود از زن من دم با خودش حرف میزنه وی کی مثل منه بلا از بهش برم هم غذا میگردم من تا رفتم تو بچه به دنیا آمد بردندش آسمان ها که مدارک زیارتش کنم الان هم بردش پرابرده مدام تو زنن به من دیوار باز شد داشت بسید شده ولی صورت بچه رو لگاه میکرد چک بسته بود خب بچه رو من بردش باش باز میکنم چون تو کشید باز نکرده بود همچون این نگرمان بود نکنه بچه هم عیبی داره تا پیغمبر رسید فرمود کو برادر من دا بقل پیغمبر پیغمبر است مثاله این بچه دو. تو صورت پیغمبر چشماش رو باز کرد
شهادت هم گفت به پیغمبر سلام به محمد و سالم. بله همه دارن گوش میکنن. از کده رسول الله من بخوانم یا امام میکنه به حرف بزن دو ایسا به مریم تا زنن از زایده بود داره حرف بزنه مریم بازه زایدن میشه بازه تر آقا فرمید تو بخوان. خود پیغمبر چند روز مونده به ایتر دنیا بره خودش گوی من برن رو تحریف خودش یک برای قیل امام های دیگه و روایت های دیگه این هم خود تا رو چرا هم فرمود اون روز علی شروع کرد کتاب آدم رو بخوندن چون با آدم دفع صحیفه نازد شد به زمان سریا و همین زمان فرمود والله اگر پدرم آدم بود میگفت علی به کتاب من اعلم بر منه یعنی اون گفت که کتاب من میتهمه من نمید برای هر اصل هفته که خدا ناشتون دانشش داری بالا بعد کتاب نوح خود پیغمبر قسم جلاله خود که اگر نوح بود میگفت علی به کتاب من اعلم بر منه اصل کتاب از خدا خود علم نوح نیست علم خداست خدا خواهی بیشتر کرد کتاب ابراهیم رو خوندن قسم خوب کتاب موسی عیسی و از قرآن کریم شروع کرد و خوندن بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون شروع کرد سوره مؤمن و هم مؤمن کریم بحث بکنیم ایمانی یعنی چه مؤمنه خدا داره در صفحه 342 مؤمنون شهر به تحقیق رستگار شدن منها الذین کی هم مؤمن ها خب من ارام میگم هم من هم شما تو خودتون ببینید یه علامت ها هست یا نه فی صلات هم خاشعون اولا تو دعوا نرخ فیشو مؤمن حتما نماز بکنه اونش گیری نیست ما کزا حال نماز شو بده میگه نماز که در حال نماز خشوع داره هم سوالی که این برای ببینید خوشو گفت مستحبه به من عالی توجه داشته باشه ولی رساله ها بازخانی یه چیزایی واجبه اشکلیس مرجع مثلا هم روز پیر آقا دوشه کاهین و زیر اونا بفته بعد در حال ذکرهای واجب بدن حرکت نکن معنی نه کلمات صحیح نداره بعد از این مراجع سوره نفرد و نماز واجه از دیگه به تعلیدتون داره و بعد رکوع برید رکوع چجوریه ذکر واجب داره در حال ذکر واجب بدن آنها بعد واجب وید از کار مستعبی رو گفتن سجده چیه یه ذکر واجب داره اون جاهایی که تخلف کنه به نماز باطله جدیه و حواس به جمع میشه نماز درست بخون همین که من مواظب بر نماز درست بخونم خودش خشوع بگیره از من جلوی شخصیت ارتشی واسدم مثلا من سربازم و سردشگر همین که مواظبم که قواعد ارتشی رو خوب رعایت کنم که خطا نشه کن خشوع بگیره همین دستورایی که واجبه که من انجام بدیم مدام مستحب بکنیم خوبه ولی واجبات هم داریم نماز وقت داره صلات قامت علی المؤمنین کتابا موقوتا آیه 212 بقره است نماز خدا وقت براش میشه نه که هر وقت خواستیم با. شما شعب لازم مستحب ببریم هر وقت داره نماز وقت داره در محرب تا نصف شب بعد بکنیم بعد از همه صبح فاصله بر تمایم ظهر شرعی تا غروب بر بخوام صلاح وقت براش مرمه بله حالا من پای دویستو آیه رو ببینم دردش کتاب وجوب موقوت وقت به فقر براش گذاشتن خب اینا باید رعایت در نماز گفتم تو همین درس فقهی باید قصد قربت داشته باشیم چون از عبادات باید برای فرمان برای یک گلا از این بنی که دبله رو باید رعایت کن خوب احکام نکنم رعایت کن باید
مبتلات نماز نباید رخ بده. دوازده بطور نماز اینا خشوع میکنه، خشوع هم که توجه فرمانداری است به شما، اگه قلب متوجه فرمانداری خدا است. الذين هم في صلاتهم خاشعون فعلا والذين هم عن اللغو معرضون. یک عمر کوتاه دو توی دنیا ما داریم، الا فرض کنید 150 سال عمر کرده، یعنی نه داره که خدا میدونه. امام حسین توقع داشت که بنی هاشمی ها بیاد باشن مکه و بعد کربلا، نه ایمدن نشون نیش دارم نامه نوشت وقتی دنیا برید این نظر عمر دنیا کوتاه جلوه میکنه در بعد مرگ که گویا اصلا نبود. هزار سال عمر بکنی عالم آخرت بیر 300 تریلیون سال که بگذره رخت یاد اون هزار سال نفتیم زیره دنیا حد شب باشه کمه ما این وقت به این کمه که باید سرنوشتمون خودمون ورق بزنیم لعبتی چیه؟ لعبتی کار بیمده نمیکنم کار رفته توی باقی میوه بچین خرج سال پر نهیری گشنگی مردی حالا عبد میوه چیدن جا کبر میوه را حاسی کنه حال میوه بچه وقتی میوه بره بکنه باقی میوه نبری دنیا خیلی مرده کنه رخ بیاری کار بیگوده بچه والذین هم لزکا فاعلون خدا خوده بدونه چی دیدی بگه چی بگه حالا به همه مردم بگه شما خمس زکات قبول داریم و حائل نیستن حائل بگه میدونم بگه یه جوانی به من گفته که من حتی خمس سجوری میدن گفتم دست بودم تو یه جو میدن تو سجوری میدن لذکا فاعلو بگه قبول دارم بکن خداست داره حق میزنه میدونه که بگیره نمیگه یؤمنون یوغنون این معتادا اونه که خیلی گرفتارن بهشون عملی میگن دیگه عملی هن. خدا میفرماد نسبت به زکات اینا عملی هن فاعل هن والذین هم لفروجهم حافظون از اوائل بلوغ زن و مرد مسائل جنسی شروع میشه تو از خواب غریزه قوی هم هست تا آخر عمر بله گرفتار غریزه خیلی قوی هم هست خدا کمک کن به جلو عقب زن بر جلو عقب مرد میگن فجر لغت عرب همینو میگن حافظون یعنی اونجا که من گفتم بپوشونن چه کنن فقط استفاقه ها نسبت به حلالشون الا الا از واجه استفاده های فروج فقط زن و شوهر او ما ملکه ایمان هم بالا ساکر کردی زن بود یا کردی فا انده هم غیر ملومه غیر از این بهره برای جنسی رخ بده بلامت بشه فمن ابتقا ورا ازالک اگه غیر از این یه حچی یه عکس در نگاه میکنه خوشت میاد که زنت از این عکسه که زن اون ورق نزد سنی ها فتوا دادن که جلب زدن حلاله به امام ششم سوال کرد آقا شما دلیل قرآن سنیه بود دلیل قرآن چیه که جلب زدن حرامه آقا این آیه رو بود فمن فروجشون رو حفظ میکنن الا علا ازواجه فمن ابتقا ورا ازادک فرمود این که تو از خودت منی بیرون بیاری غیر زوجه ورا ازادک ساکت شوی ورا ازادک هر بهره ولی خود و زنت قبول دیگه ورا ازادک با دیوار برماز چه بود برماز فقط ازوا قرآن کاملا قشنی حرفا زدنی هم اون تعدی حساب میشه فاولاک هم الاتو والذين هم لأماناتهم فأهدهم راهم
امانت چی؟ توی کتاب های فقهی برید تعریف برد بگن وقتی مال غیر مالی که مال خودت نیست در ید تو واقع میشه باید به بقیبان که مجازی پرده شما توی مسجد و بعدی این مسجد ما شما صلاح کردن برای مسلمان شما به عنوان مسلمان به مقداری که از این مسجد استفاده میشه نزن سنگر بشه گبیه اون دام پر خرد ندار فرشت بسیده به مقداری که استفاده میتا امانت رو رعایت پیغمبر فرمودن زنهای شما امانت خدا رو در نزد شما با دو تا کلمه خداوند مخلوقش رو زنه تو کرده هم مقدار شر اجازه میده بهره بره بیشترش تعدیبی این بچه های شما امانت های خدا هستن تعدی از صدای خدا بکنید امانت خدا تو خیابانه در الامیری خیابان با شما نیست این عادت امانی داره شما بیشتر از استفاده معمول تعدی حساب آقای خمینی فرمودن این انقلاب امانتی دست اجانبه شکل میدم امانت یعنی یعنی یه جاشوی صدمه بزنی خیانت کرد امانت امانت از چشمونه که صبح باز میکنیم دوره بر ما امانت هست بمیره به طوری که وارد پل صراط که بشید پل صراط تونل 180 درجه امانت داری جلو جهنم رو میگیره پل صراط داخل جهنم آقای خمینی فرمود تو سخنرانی که پل صراط پلی نیست که از زیرش آب رد بشه پر نه یه پلیه که هم از روش رد میشه هم از زیرش یعنی تونه تونه زدن تو جهنم تو 180 درجه از اول این تونل که آخر که 3000 کیلومتر در صراط میکوکار آسودتر امانت پوشش میده یه جا سوراخ باشه بعد یک هزامان سوراخ سوزن جهنم نابودت کرده امانت را شما 180 درجه که روزه روزه همی روزه محمد عبادت موجود تو پر من به روزه وقتی خراب نشه میری جمعیم گرفته هم بین امانت پر جلی پر مالی که خدا به خودت هم داده مال تو نیست بسید خدا می فرماد بله الله ما که سماغه و فماغه بدهر حتی در آسمان زمین مال من لهو ما که سماغه و که ما فن ارزمان قد دستن چیزای زیر زمین هم مال داره به قدرت مجازی هم داری استفاده بگه این گوشته مال خودم این فهم قد بشون در اقلا بری بکنه این مقدارش نداری گناه من زیاد پس به قدر مجاز عمرت هم نمیتونه پیغمبر فرمود این قرآن من امانت میزنم به اهل بیت کمال استفاده رو بکنو و خیانت نشون امانت داری پول از زندگی پول سوار اتوبوس نشید اتوبوس امانت ما نمیشه ما اجازه داری تا قبل که مسافر رو یادگاری پشت هم داره نمیشه این حرام انقدر ایسیس نداره با کفش ندوش داره بیمون احمد بره به قطعه که مصابره اداره میره همه تو من این وکلا تو مدرسی که سن یه دیر به جان بچه گلر سوال آقا ده به وکلت که حتی آمد اینجا بلد نبوده بلد بلد باشون آقای خمینی تو این تحرم بستیده در کتاب اجاره مسئله یکی تو شغلمه مسئله شما نوشته هر کاری رو کسی میخواد انجام بده تم شو بر بلد بشه اگه ناقص باشه بر بلدی معلوم میشه شوفل ده یه نوع قیامت صافی تا مغازه میزنی باتری سازی بعد کار باتری سازی رو بلد باشه اگر نه هرچی صدمه مواد مردم بزنی گرفت بزنی آقای پزشک مطبت رو باز میکنه بعد این علمی که ادعا کردی کاملا بله بیاریم بله گرفتیم خب
و لقیر و لعمانات هم و عهد هم. یه چیزی هم که خیلی شدید شهرش بده که پیمان پیمان عهد با کسی عهد میبنده باش برسته خیلی روش سواقا. پیغمبر فرمود کسی که پیمانی میبنده نمی کنه لا دین لمن لا عقبه، هیچ دینی نه، یهودی هم ارمنی هم هیچ دینی اینقدر پیغمبر. گفتم چرا زمان رفت قایده که بیا فرمان میخواد یکی از دلال پیمانی کسی گرمی نمی کنه. چون عهد امراه بود به بال لاید و الذین هم علی صلواتهم یحافظون، نمازها شلو حافظت دارن، قضا نشره نعمله از دست نده. اگه اینجور بشه مؤمن، ببینید یه جای قرآن رو میخوام برای بیارم چی ایمان رو همچون بچشید چیه لفظش یعنی چی. اینجا سوره یوسف در یه جربه اصلی میشه بین پسرها یعقوب و یعقوب. یعقوب یه وقت پیغمبر اعلام بچه شد، حالا ببین طرف ایمان مطرح میشه چی از این کلمه ایمان میشه. پسرها اومدن با کلک و اینا یوسف از دست باهاش نبردن و که میخوام ببریم گردش کنن چه کاره بردن که بیمان تا میخواد زدن بشون میخواستن بکشن و بعد تو چه آنه بردن بعدم بردن فروخ برنش به سمن دارن بخت سر در آو دمم دو دارن. شب آمدن گریه کنو که گرگ برده، یک کسی گفته شلمت پلوش صده قاضی بودن دعوا خورده بودن پلوش بی دو تا دسته، یه طرف دستن گریه میکردن شرک گفتن که حق اوناست فرم گریه رو ملاف خرم نده پسر های عقل های برو اومده بودن گریه میکرد گریه ملاف پسر اون رو جانا گریه یعنی گور خودش خانم گریه ملاف نمیه. شب اومدن که بعد گور خود چرا جناب یعقوب قبول نمی کنه؟ خودش خواب را تحریف کن همدن خواب دوده گوه می دانسته کارش به جای نرسه که اصلا خواب میشه حاکم میشه به طوری که پدر و مادر و یازده و برادراش سجده می کنن به گفته و گل خود شو. بعدها که یعقوب گریه می کرد و یوسف چی شده ملک الموت خواست جرد می آمدن جان پیغمبران می دونید از مسئله نمی خواهم چون نمی دونم با دیمه با امشب بگو خدا این مدد رو جان نکارش ما می آمدن فرمود یوسف را قبضلو کردی گفنه فرمی زنده. شب اومدن که بعد گر خورد حالا برامو نگاه کنید گفتن گرگ خورده ولی تهره بابا هم نشون میداد بابا هم قبول نداره دروغ حساب میکنه اینا رو. حال تره حرف زدن اینا رو ببینیم سوره یوسف الان باز شد بله الان چکی الان میارم که اومدن گفتن گرگ خورده شده و بعد آیه 19 صفحه 237 خط دوم سوم و جا اباهم اکراعن یدکن برو اومدن گریه قال و ابانا انا ذهبنا نستبر گفتن ما رفتیم دو نستبر هم بدویم دو تر میدویم یوسف رو گذاشتیم که رو لباس ها آدم که میخواد بدوی لباسش کم آره حواسم پس شده گرون گرون قیافه یعقوب نشون قیافه قیافه یعقوب نسان میداد باور نجنده حالا جمله رو ببینید و نما انت به مؤمن آمسم کردن مؤمن ایمان یعنی
بر اساس باور بر اقتصاش عمل کنم. مثلا یعقوب باور میکرد چیز میکنشه دیگه دیگه میکردن ها شو فالاشی تو ندیدن باور ندید گفتن به ما انت به مؤمنه ندن تو مؤمنه به ما من اون راست سالی کنیم من اگه خدا رو به یک تای قبل دارم و آثارش پیدا باشه در وجودم مؤمنه نه تو قبول داری همه کار دست خداست خدا مفعول که دائما خیلی فرق بکنه میگن بیا یه نفر شکر دفینه میبینه حالا این خواب من یه آقا گوش به حرفی هیچ کس جز خدا نمیبینه میگن آخر روزی ده بار به خدا میگه یا عبد با میبین به درون با تو روزی یه بارم تو عمرت بگو به زنت تو بگوی دوستت دارم توقع داره یاد اگه روزی ده بار روش بگوی تا ببینی یه نفر دیگر دوست داره کجور دروغ گفتی ده بار تو نماز بگید به یاد کنه فقط تو را میپرست تو نه از دیگه گوش ورد و نقص بده گوش ورد ارتای بده هر که خدا میگه دروغ کن تو با من گفتی یا آقام با تو فقط دروغ میگیم به من از دیگه کمک از کسی غیر خدا بخوای میبرد دروغ کن تو به من گفتی و یا آقام است فقط از تو کمک میداده یعنی سن نهاز داری جک میگویم دروغ نگویم دروغ که قدر مؤمنه دیگه برفن پسران میگن تو قبل نده مؤمنه به ما نیست یعنی بر اساس حد به ما برخورد نده اگر باور کردی و صفحه گریم کردی زاویف مؤمن یعنی این که باوری داره که آثارش خیلی هم نیداره بل بیدار یک کسی که میگه من قبول دارم این قرآن کتاب وحیه دروغ میگه این نبیر قرآن اصلا بخونه اگه باور کنه وحی آسمان دید مؤمنش خواب بیدونه میبره هیچی داشته چه گفته خدا نکنه تو این صفحه تیم باش داری رفته داشته باشیم نکنه روی این کنه خدا ساده برای تو برزاده نه امام ششم فرمود ایمان 10 درجه داره بعضی ها یکی از 10 درجه نقطشو نداره بعضی درجه 2 درجه فرمود سلمان 10 درجه 10 ایمان بود ابو ذر در درجه 9 ایمان مرزان در درجه 8 ایمان اینا به خیلی مهم ایمان کجاست رو بادش بره آن دل ما میخواد مؤمن باشیم اونم همه درجات شده شده اون کمبود ابو ذر چه بوده هر سری فرمود با عثمان در نیافت نتونست حلیف نفس خودش میشیم در آورد نه هم بیه درد بکن خودشو پرد من خدا خیلی اعبی گفت در نیفت در یه وقتی در اتاق رو ببند کسی نباشه از ترسش در لید خود ایمان داره گوش به حرف هم یه غیر از خدا بده که نقص در ایمانه چون فقط او باید بود یه کسی به امام ششم گفت آقا بگیر از برادرهای دینی رو من ببینم مثلا فوزو میگرد نماز میکنم چی نمیفسر فرمود درجه ایمان تو بالاتره مال اون رو نمیفس این از درجه که داره بالا میشه یک کسی به امام ششم گفت آقا من بخوام با این افراد ضعیف ایمان و اهل رابطه کنم فرمود اگه این کار تو کار حقی باشه ما عینه باید با همه تو قطع رابطه وقتی نگاه میکنم عملی یه نفر که کامل خالصانه انجام میده
ولی تو اشکال به نظرت میرسه تو ایمانت بلد شد اشکالشو دریافت خیلی هم خیلی خبر میشه تمام ایمان ما داشته باشه ده درست قرآن اصل البقره بلدین یؤمنو بله یه یؤمنان گفت بله ایمان خب خدا این طرف من شما رو مؤمن برم خدا همون اهل بهش قرار بست خدا گذشته آینده همه ببخشم بیامون شدیم الله نسبت